بسم الله الرحمن الرحیم تاکسی ها و مسافرکش ها گاهی حکمت های زندگی می دانند که زندگی مسافر بی توجه را به قبل و بعد از سوار شدن در آن ماشین تقسیم می کند. بعضی هایشان با آیات رزق در قرآن خیلی معنوسند. آیه را زندگی می کند. سلام یه میزانسنی و یه رفتاری در گذشته خیلی دورم یعنی در 6 7 8 سالگی و تا همین سالها شاید تا همین 5 6 ماه اخیر پنهان میکردم، برملاش نمیکردم یه چیزی بود که قابل دفاع نبود و فکر نمیکردم که اگه یه جایی مطرحش کنم یکی باش سمپات بشه و بگه که منم هم همچی تجربه داشتم تجربه از این قرار بود که من میرفتم تو عروسی وای می‌سادم حالا غریب آشنا و هر کی و تصورتون از عروسی جنوبم که خب یه تصور کاملیه خیلی ریتم داره نه داره ضرب و تیمپو داره و همه چی تو حواس و اتفاق غریبه بعد از 20 30 دقیقه شروع می میشد در اوجی که همه خیلی سرخوش بودن و هیچ کی رو زمین بند نبود من یک کنجی از حیات یه خونه قدیمی یا یه کوچه یا یه کنج یه هجله ای وای میسادم و یه غمی مثل سیمان مثل بالشت مثل هر چیزی تو اینجای گلوم تا قفسهای های سینما پر میکرد و این هیچ تناسبی با اتفاقی که بیرون داشت میافتاد نداشت چند وقت پیش با یه آدمی حرف زدم و نگاه کرد تو چشام و گفت من عین همی می شدم گفت دروغ گفتم دروغ میدی گفت نه عین همی می شدم تازگی ها مثل دیروز پیروز گفتم که می بریم در موردش حرف بزنیم گفت در مورد چی گفتم درباره اهمیت غم حرف بزنیم گفت بریم حرف بزنیم حالا او بر میز نشسته و خیلی خوشحالم و همین اول هم بگم که رفیق خیلی سمیمیمه و همه تعارف هامون قبلا کنار گذاشتیم هیدو هدایتی خیلی خوشحالم که اینجا قربونت احسان مرسی دمتون گرم که دعوت کردی و خیلی خوشحالم که اینجام خ... خب همین که خ... گفتم از کجا شد آه حرف داشتی آره من خواستم بهت بگم هنوز عروسی نمیرم یعنی فکر میکنم که اون موقع که خیلی بچه بودم خیلی 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 غم انگیز بود اتفاق برام نمیدونم یک یه... یک کنش خیلی دراماتیک اسم حجم درام او اتفاق قد برام زیاد بود که نمیتونستم تحملش کنم تو عروسیه وقتی او صدای ساز و دست و کلوس به خصوص که صدای بیت میومد یعنی هنوز که هنوز فکر میکنم اون حجم درام از از درک ما خیلی بیشتره یعنی فکر میکنم که نمیتونم هنوز تحملش کنم با هنوز سالهای سالی که عروسی نرفتم یعنی میتونن خانواده هم بیان شهادت بدن که فکر کنم 10 15 سال که عروسی نمیرم چون اون موقع فکر میکردم بعدن که بزرگ بشم شاید مثلا یه ذره سنگین رنگین تر بشی دیگه آدم به راحتی ها گریهش نگیره ولی بعد فکرم نه انگار که هر هرچی بزرگتر میشی گریه داره عمیق تر میشه داره بیشتر میشه به همین خاطر سالها عروسی نمیرم اصلا نمونه خیلی غمگینه قبول داری فهم یه،, یه یه, مثالی خودم دارم راجبش قبلا نه در مورد کیان کلهور مثال میزدم همیشه میگفتم که کیان کلهور وقتی کمونچه میزنه انگار یه زن کرد وایساده مثلا وسط یه صحنه ای دوای داره تفنگ برنو یک ریز به سینه تو شلیک میکنه ولی الان که دارم بهتر فکرش میکنم میدونم که همون صدای کشیدگی نوتای کمونچه کیان کلهور عمیقا همون حس تو ما به وجود میاره که صدای نیامبونی دایم مثلا توی 6 7 سالگی برام به وجود میآورده یا تو عروسی به وجود میآورده نمیفهم چه اتفاقی توشه توی او پوستن توی او حالی آد... نوازندن نمیم کجای مغز ما قایم شده که هر چند وقت یه بار تو... توی شادی ها حتی حتی توی شادی ها سر باز میکنه و های های های, های, های ها. به نظرم <تصفح> یه غمی داره که باید خیلی پاش بشینی که بهش برسی در لایه اول دوم سوم یه شادی مهرزیه مثل خیلی از ماهی ها که ماهی های شیکی ما میگیم مال آدمی که ماهی نخورده تا حالا این باید ماهی شیر بخوره قواد بخوره فلان ما که خیلی مایی خوردیم دیگه فنی تهر شدیم دیگه اصلا آرمون میاد شیر قباد خور یه مایی میخوریم که مایای سختی ان مایای ولی خوردنشون یه لذت غریبی داره به نظرم غم پشت نیمونه بعد از چند سال شنیدن چیز میشه در تو نشست میکنه و تعلیم و یه چیز برعکسی هم که در ما وجود داره شرف غمگین رو یه چیزی در منتا غم یعنی محور مختصات شادی اگه یه سرش نیامونه باشه یه سر دیگه شرو است شرو که میخوان رقیق میشم حالا خوب میشه اصلا میتونم بخندم میتونم عاشق بشم هر کار دیگه از این دست چیزی که بهش نسبت نداره ببین تو تو شروه، یه اتفاقی که میفته سیما م... یه،, یه،, شکلی از مانتران یعنی حقیقتا حالا نخوام خیلی شعاریش کنم و خیلی اگزاجرش کنم تو شکل ممکنش میتونم بگم شروه یه مانترا یه اه... یک موج فرکانسیه که با... حقیقتا برای ما همین برای خیلی از ما همیه که آدما دیدیم ما خیلی توجه کردم. ما تو جمعایی که می میخونن یه گروهی هستن همیشه گوشه نشستن بعد از هر بیتی که میخونن م... هم... یه همه میدن. همه یا همه میده اصلا بهشون میگن کش یا کش من همین گروه همه آفری این برای ما همشه بود که این صدای این ای که آدما بعد از تموم شدن یک بیت شعر یا یه دو بیتی از شعر میگن این همه انگاری در تایید یک تفکریه در تایید یک لایف استایل در تایید در واقع یک یه, یه شیوه زندگیه یه نگاهه و همیشه برام همین بوده و این نگاهه نگاه ای همه نه تنها تو شهره مثلا وقتایی که میبینم مثلا دیم نشسته داره قلیون برازونی میکشه دیم یعنی ننم یعنی مامانم آها دیم ما میگیم دی دیگه حالا شما نه به هر <تصفح> کسی که ما... من, میفهمم میخوام به هر کسی که متوجه نمیشه آه 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 مثلا در قلیون میکشه خب. میگم میکنم همینجوری سی خوش نیسته داره فکر میکنه به یه جایی هم خیرم بعد چند دقیقه میگه هم بعد من بخوام میگم که این تو ذهنش الان احتمالا یه بیت شهروی خونده این همه آخرشه داره بلند اجرا میکنه فقط بگم همین ایه به نظر ما بیشتر آره قبول دارم که خب. در واقع خیلی غم انگیز نیست قد شهروی حرف که رسید به مادرت یه برنامه دیگه داشتم میخواستم یه دیگه شروع کنم ولی میخوای از همین الان مثلا رگه آدم های پیرامون پیرامونید که منتج شد تو موسیقیتی و سرایت کرد و موسیقی در موردشون حرف بزنی مثلا همین دیت هایی اتفاق خیلی بحث گسترده جالبم مثل فکر میکنم من خواهم راحت تکیه بدم تو حرف بزنی دده خب ببینیم ما مو... یعنی ب... یه ذره بخوام حالا خیلی علمی هم باش برخورد نکنیم یه دلی با ماجرا برخورد کنیم فکر میکنم خیلی جالب تر بشه به ما دیم همیشه ایطوری بود که هر موقع همیشه تو خونه میخوند از بچگی داشت میخوند هم دیم هم بوام یعنی هر دوتاشون خیلی صدای قشنگی دارن و خیلی هم خوب میخونن تو خونه هم همیشه برای ما میخوند از لالاییش گرفته تا مقالا منگایی که حتی ترک منگ هم که موقع منتشر کردم اسمش از منگای دیم برداشتم در واقع این همیشه هر چیزی که میخوند توی مثلا توی یه, یه کاری براش اجرا میکردی یه روزی مثلا یه خواننده خونده بود یا شنیده بود و حفظ شده بود مثلا گام موزیک توی دو ماژور بود مثلا یا مثلا چون سول بود لا هر چی فرق نمیکنه این وقتی میخواست بخونه این میومد ناخداگا اینا رو تو می مینور میخوند ما اون موقع خب نمیفهمیدیم که اینا می مینوره ولی خب همیشه اون بخش از صدای مامانم هر هر چیز میخوند هر لالایی هر چیزی دوست داشتیم سالها بعد که وقتی نشستیم با در واقع کوکای کوچکترم حامد که خیلی کار موزیکا رو با هم میکردیم و اینا بررسی می‌کردیم کارا رو می‌دیدیم که چه جالب پلیلیست لیست ما توی تمام پلتفرم‌های موزیک بیشتر بیشتر موزیکاش حجم موزیکایی که توی گام می مینوره بعد صداهایی که از مامان هم ضبط کرده بودیم هرچی اونا رو گوش می‌کردیم ای این اینم هم همش تو می مینور می‌خونه این در نتیجه از اول کار از شروع ماجرا انگاری که می مینور تو جون ما نشسته بود توی گامه و فکر میکنم که این تاثیرگذاریش خیلی مهم بود یکی ای بود یکی دایم ببین خیلی جالب ما بچگیامون ما تو کو زندگی میکردیم و گله داشتیم خونتون یه خونمون تو کو بود دیگه کومه و کپر داشتیم و زمستون تابستون جابجا می‌شدیم به قولن یورد عوض میکردیم و زمست همیشه به جای نزدیکتر میشدیم که علوفه و آب بیشتر باشه دیگه طبیعتا و سیستم زندگی هم اینجوری بود که صبح با از اون صبح که از یه رادیوی داشتیم رادیو پخش میشد ما را می افتادیم می اومدیم تا برسیم به روستامون بریم برسیم به صف ساعت هفت و نیم صبح صبحگاه خیلی وقت هم دیر میرسیم این در هر شکلی که مرا می افتادم اینقدر بازی میکردم تو را در نهایت ترکیه کف دست رو میخوردم چون همیشه دیر میرسیدیم تو زندگی هیچ چیزی به عنوان سرگرمی و در واقع وجود نداشت تو کود ته تهش بود یه سری بز و بزغاله و گوسفند هواپیمایی که گهگداری از بالای سرمون رد میشد تو خط آسمون بدون ابر همیشگی جنوب و حالا مگه زمستون چی میشد لکه ابری هم میومد یه هواپیمایی که اونجا رد میشد و یه ضبط شارژی که باش رادیو گوش میکردیم که اینم اگه میخواستیم حالا گوش کنیم بعد با حواسمون به قوا و باتریاش باشه که باتریش تموم نشه و من خاطر خیلی دسترسی کمی بود ولی دایی داشتم که این دایی ما البته هنوزم هستش میگم داشتم که یعنی خیلی وقتاتون چون ایدای ما برای سرگرمی درست هم که شده همبونه درست میکرد هم نیامبونه همبونه هم تومبک یعنی هم, هم مشکش درست میکرد هم مشکش درست میکرد و پوست رو میگرفت و صاف میکرد و میرفت نیزار قلم میورد و این نیا رو میتراشید و فیکو درست میکرد و نه همبونه درست میکرد و این اولین مواجهه ما در واقع با ریتم بود یعنی ما همیشه وقت میخوام با ش... چی میگم با رسم شکل نشونش بدم میگم که ما یه آدمای بودیم اینطوری نشسته بودیم تکون نمیخوردیم بعد دائم یه روز شروع که تنبک زدن بعد از اونجا سر ما تکون خورد و دیگه هنوز که هنوز در تکون میخورد <تصحیح> 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 این شروع در واقع فکر میکنم همیشه به, ای، به این نقطه همیشه اشاره میگم که این نقطه، این شروعش بود دایید مجلس میرفت؟ مجلس خودمونی یعنی مثلا فک و فامیل اینا این نبود که بیزنسش باشه درآمدش باشه زندگیش باشه مثلا دور همی عروسی فک و فامیل پسرامو عمه خاله اینا گاهی وقتا این همونایی میزد یه سری کاست ماست هم یادم موقع از زبط کرده بودم حالا فکر کنم باشه نه تو ته انباری جای بگردم موزیک از اونجا شروع شد و دایم شروع کردن همونه زدن دی میخوند بوام میخوند ضرب و میزدن و شروع شد و ما از اونجا عاشق صدا شدم چون بیشترین دسترسی که داشتیم چرا به تصویر دسترسی نداشتیم؟ ما تا سال مثلا تا چهارم ابتدایی که اصلا خونمون تو کوه بود و تلویزیون هم نداشتیم اصلا هیچ تلویزیون ندیده بودیم یعنی تا حالا هیچ وقت کانال عوض نکردم تلویزیون میرم چه شکلیه مثلا مدرسه هم میرفتیم تو مدرسه بچه‌ها در مورد خاطراتشون در مورد خاطر چیه مثلا کارتونی که روز قبل دیدن و با باورت نمیشه ما تصورم از کارتون یک چیز واقعا کارتونی بود کارتون جعبه تو سنه چندی میگه؟ 68 تا 68 تا چارم یعنی میشه هفت هفتاد و هشت تا هشتاد تو, تو تلویزیون نیده بودیم مثلا کارتون نیده نمیدونم هیچی نیده بودیم میدونستم دارن فک و فامیلا اینا ولی هیچوقت نیده بودیم هیچ وقت کانال عوض نکرده بودیم مثلا فیلم میکنم واقعا تصور راجع دو تا چیز تصور خیلی احمقانه داشتم به نظر خودم یکی کارتون بود که فکر میکنم اینا میرن میشینن جعبه میبینن واقعا یکی کرایه مثلا بو هم اگه میرفت یه جایی برمیگشت مثلا میومد تا حالا میرسید به آوادی بعد مامانم ازش میپرسید که خب کرایه چقدر شد بعد یام میگفت کرایم ای حرف می ای 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 كره. كره، كره. ام اینقدر خب اون گفت حرف میزنه منم فکر این کرای واژه‌آرایی کرای من یاد کرم میندازه کره 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 ما به ما تو میگیم گل... کره ما هم تو گله بودیم دیگه مثلا مشک میزدن و دوغ کر کره درست میکنم این واژه‌آرایی کلمه ای کرایه مثلا یه بعد یار بابا گفتم تو یه بار کرایت میاری ما ببینیم <تصفح> <تصفح> حالا ما یه چی بگم فیلم هندی بشه ما در تمام زندگی تا همین الان فکر میکنم که اگر تا 7 سالگی فراغت یه آدمی داشتم که تو روستا بزرگ شده بود یعنی این مدیاها این بمبارون این اسوات و تصویرها و اینا نبود هر چی که هستم نمره هم سه هیچده هر چی که هست دو سه تا نمره بالاتر می بودم حالا تو بگو که این فراغته و این خلوته سازنده بود واقعا برات یا نه حالا ما گذشته بودیم بهش برسون به اینجا دیگه ببین ما شا اون موقع واقعا درکی نداشتم از این موضوع که این چقدر میتونه شاید بعدا حتی خوشحال باشم از اون زندگی که داشتم ولی بعدها که یه ذره شکل زندگی برام تغییر کرد اومدم نمیدونم تو شهر بزرگتری زندگی کردم کتاب های خوندیم فیلم های دیدیم با آدم های دیگه ای صحبت کردیم به نتیجه رسیدم که او چیزی که شاید خیلی الان مدیونشم نوع متفاوت مواجهه ما با, هم، با, حجم زیاد دیتا های مختلف بوده اطلاعات مختلف بوده یعنی هیچ وقت انگار مغزم چین و چروکی نداشته هیچ قبل از اون انگاری نبوده حالا مثلا رسیدم سن 17 18 سالگی بعد یهویی اومدم وسط یه شهری مثل تهران بعد اینجا یهو یه ای آدمی دیدم که مثلا نشسته داره گیتار الکتریک میزنه هیچ وقت از نزدیک اصلا نیده بودم همچین چیزی تا حالا و طبیعتا چون گوش و ذهن و مغزم پر نبود از این ماجرا خیلی برداشت خودم داشتم از اتفاق یعنی اونجوری که دلم می‌خواست میشنیدم نه اونجوری که قبلش یه گروه راک زده بود هر چیزی هر موزیکی زده بودن و اینا خی، خیلی چیز و یه... یه، با خالص بودنه خیلی خیلی تاثیر میداد مثلا تو دل طبیعت بودن الان خیلی یعنی هر بار که حالا من یه ذره نامیزون میشه اولین کاری که میخوام کنم برم یه صخره پیدا کنم به ظل بزنم واقعا یه آسمونی پیدا کنم که توی یه قاب آبی خالی باشه یعنی خیلی وقت دلم میخواد برم یه دراز بکشم فقط آسمون آبی باشه یه هواپیمای توش رد شه اون شکل از مینیمال و سادگی خیلی روم تاثیر گذاشته و اصلا طبیعتا نمیتونم ازش بگذرم برگردیم سر مدخل حرف اون که گفتیم دلیل نشستن اون اینجا شده بریم خب همونجور که تو در مورد می حرف زدی و ما هم اعتقاد دارم و همه شنوندهای کارات به هر حال زیر ساخت همه ترکات یه, یه قمیه و حالا بیایم حرف بزنیم که چرا از هر جا که فرود میای به قول گفتنی مثل گربه یک بستر غمگینی فرود میای. ببین ما هر موقع چند شب پیش داشتم با سام موسی حرف میزدم یه نویسنده خیلی خوبه جنوبی هم هم جمعی اتفاقا داشتیم وجود حرف میزنیم تو جمع بود و تو جنوب بود و ما هم شمال بودم اتفاقا یعنی قشنگ دو تا نقطه متفاوتا گفت حالا چطوره گفتم حالا چی بگم خیلی تعریفی هم نداره گفت خود چرا نمیه جنوب گفتم سام خدا وکیلی تو تو جنوب خوشحال میشی بیزر سکوت گفت نه واقعا و حقیقتا جنوب اصلا اون چی ما میکنم جنوب یعنی اول در مورد جغرافیاش اشکال ندازه حرف بزنیم بی مفهم میکنم جنوب بی اون موسیقیه و اون شکل از آدمای پر از بگو بخند یک مکانیزم دفاعیه برای که آدما نفهمن کسا که از بیرون میان نفهمن که چی درونشون میگذره اصلا تو آ... تو سیما بگو تو سیما بگو چند تا آدم ها خ... واقعا عمیقا خوشحال تو بوشهر میشناسی ما خودم که اصلا خونم یه جای غمگینی یعنی خونه روحی عاطفی یه جای غمگینیه و حالا شکل غم غم چیزی نیست شکل غم به نظرم یه غم پر مویه و پر زجه نیست در ای... مورد شکلش با حرف ش... شکل به نظرم شک... شکلش خیلی شریف هم هست خیلی... نه اونی که من تو شما اونی که بستر زندگی ما اونجاست دایره هم نمیم جغرافیا طبیعت هر چیه که حالا به حال ما اینقدر سوادش ندارم که بخوام اینا از هم خیلی تمیز کنم و بگم که این به خاطر بی خاطره بی خاطره چون یونگی رو باید بیاریم اینجا بذاریم را توی مسئله حرف بزنه ولی ماجرا ای اینه که ته قمه یه غم خیلی عمیقه که خیلی به قول تو شریفه و به قول ما شیرینه شیرینه اصلا ما بغلش میکنم دوستش دارم <تصفح> خیلی بیشتر از شادیام و یه چیز عجیبی که اصلا دلمون نمیخواد ازش فرار کنیم من هیچ وقت دلم نخواست از غم فرار کنم چون اسم کنم که همیشه غم آدم رو به یه جای خیلی خیلی خالصتری میبره خیلی با خودت واقعی تر برخورد میکنی به خصوص وقتی غمی که تو تنهایی ته یعنی به قول حافظ خوش میروی به تنها تنها فضای جانت یعنی وقتی این نگاه میکنم یارو مثلا تو قرن چندم چه حرفی خوب خب حالا یارو که ببخشید حضرت حافظ معذرت میخوام ولی عمیقا این تنهایی و این غمه انگاری همیشه آدم رو به یه جای خیلی بهتری برده یه رسالت آدم و انگاری آدم خیلی به رسالتش نزدیکتر کرده در واقع یه چیزی بگم یه آنتراکتی بدم داستانواره بریم و بعد با تو هم کار دارم یه خانمی که هم استانی هم شهری ما هست به من وس شد و دیدم خیلی تقلا میکنه خارج از ایران زندگی میکنه زندگی خیلی واقعا پیشرفته و آسوده و خوبی داره خودش همسرش بچه‌هاش همه به سامون رسیدن خیلی تقلا میکنه که من سالگرد دو تا کوکام دارم دو تا کوکا داشتم که اینا تو یه روز یکی تو 25 سالگی یکی تو 23 سالگی تو یه روز تو خرمشهر تو اسنای آزادسازی خرمشهر شهید میشن خیلی تقلا میکنه که ما یه چیزی برای اینا نوشتم میخوام ببینیم بخونیم فلان تقلاش بعد سی و سال برام غریب بود ایدو گفتم بعد سی و سال تو آلمان اصلا دیگه فیلد زندگیت عوض شده آدم های زندگیت عوض شدن برام ستایش برانگیز هم بود خانم مجده مواجی یه چیزی فرستاده بی به موسیقی هم نیست میخونمش و تو فکر کن مثل یک کار ترکیبی تموم که شدم گفتم پایان تو یه چیزی بخون بریم خانم رستوک در یک آپارتمان قدیمی دهه 20 میلادی زندگی می کرد. ما طبقه بالای او زندگی می کردیم. خانم رستوک طوری که هیچ ارتباطی به سن 80 و چند سالش نداشت قبراق بود. تازه تصمیم گرفته بود که دوچرق سواری را به دلیل احتیاط کنار بگذارد. موسیقی خوانده بود و تمام عمرش فقط دو تا کار کرده بود. یا پیانو تعلیم داده بود یا رفته بود دنیا را دیده بود. عشق و ناکامی های ناگزیرش را با تمام قلب تاب نیارش تجربه کرده بود و اگر پای پیانو ننشسته بود لابد یک جای جهان داشت پیاده را می رفت و نگاه دنیا می کرد از همین قرار ایران هم رفته بود و به دلش خوش نشسته بود هر از گاهی صدا می زد بیا با هم گپ بزنیم کف چوبی اتاق پذیرایش پر بود فرش های ایرانی و هندی من چارزانو رو زمین می شستم و می بردمش سمتی که از سفرهاش تعریف کند. حین تعریف کردن باز میرفت سفر انگار بس که برق میزد چشاش ملموسترین خاطراتش برای من سفر دوران دانشجویش با همکلاسیهاش به ایران بود به تهران اصفهان و شیراز سفر کرده بود عکس و نقشه های این سه شهر را نگه داشته بود با لبخند از رفتنش به چاچراغ با, با چادر تعریف می کرد یک روز گفتم یوان اشتراوس را می شناسی گفت مثل اینکه به تو بگویم حافظ را می شناسی. گفتم نه خواستم بگم مارش ایرانیش رو میتونی بزنی نگام کرد طوری که یعنی چرا طوری که یعنی مارش کنج خلوت خانه چه معنی میده نگام کرد گفتم برادر من عاشق همین مارش ایرانیش بود همیشه زیر لبش بود توی ضبط بزرگ آیوا هم میشنید من دو تا برادر داشتم توی یک شهر توی یک صبح تا توی خرمشهر شهید شدن با هم یک جا دیگر توی خانه ما کسی به آن ضبط و هیچ کدام نوارهاش دست نزد دارم از خیلی سال پیش حرف میزنم خانم کمی ساکت ماند به هیچ نگاه نکرد به هیچ جا نگاه نکردن خیلی کار سختی است ولی او این کار را کرد دست برد روی کلاویه ها پنج تا شش تا میزان زد گفت این را گفتم آه همین را کیل پیانو زدنش از ساعت هفت تا هفت و نیم شب بود آن شب کتاب نوتهاش را آورد و مارش ایرانی را کامل زد تا تری چشم هام را بگیرد تا غم قفسه سینم را کم کند گفت برادر من را هم جایی لای زمین های جنگ دوم خاک کردند جایی که هیچ وقت نگفتند حالا پنج سال است دهم ده اردیبهشت سیوم آوریل هفت و نیم های غروب تمام بلوک ما میدانند محمد علی و محمد حسن ما روزی مثل امروز جوانی و زندگی را رها کردند و رفتند چون خانم رستوک یک هفته برای دو تا پسر ایرانی که جنگ جوانیشان را ناتمام گذاشت مارش ایرانی اشتراوس می نوازد حالا مارش ایرانی شروه سوزناکی شده است که دلتنگی دو تا خواهر از دو تا جنگ جدا را به هم می چسباند. این شاهکار اشتراس دیگر یک مارش نیست بوی رزم نمی دهد شروه دو تا خواهر تنهاست در دلگیری غروب آنوفر و از و تقدیر و گریبان گیر شد زین قصه خانه عزیزم پسم از بنوشتن تقدیر و نامه گریبان گیر شد زین قصه خانه عزیزان بگفتا که تو این فتی نظر کن که سمت, را سمت راست هوری می خرامد که سمت راست <صحن> هوری می خرامد چه بید شعرش قصهش این قصهش خیلی جانبه شده یادی افتاده اون بخ... 우리가... میدونی یاد اون تیکهش افتاده که میگه از این از این غصه، خونه غصه گرفته یه یه حال اینطوری بهم داد یه شاعری داشتیم تو معلمون به اسم فتی این فتی بندی خدا نابینا بود و مثلا هر موقع مثلا ما خیلی کم هم دیده بودم شده ازش بخوای مثلا میرفت و میان رود و بین دو تا رودخونه رد میشد این نخلستون به اون نخلستون میرفت خونه کت خدا هم زندگی میکرد بعد کت خدا اصلا بندی خدا گهگداری بلند روزی میرسوند و همونجا من زندگی میکرد میگن این یه بار اومد تصمیم گرفت که بیاد یه نامه بنویسه برای یکی از این مسئولی مسئولین یه کسی که بقولا بیاد یه کمکی به بنده خدا بکنه به علی میرزا پسر کت خدا میگه که علی میرزا بیا اینجا بشین این میاد میشه میگه سیمو بنویس حالا میگه بنویس مثلا فلانی به رئیس جمهور که ما فتحی شاعر نابینا و نامدار جمی نابینا و نامدار و اینجا فلانجا زندگی میکنم و نیاز به کمک شما دارم هم در همین همین که داشم مینوشتم وسط نخلستونی هم بودن مثل ای که داشتم مینوشتم میگه وسط نوشتن نومش یوی علی میرزا یه نفس عمیقی میکشه میگه هی فتی میگه چی شد علی میرزا چرا نفس کشی میگه هیچی فتی حالا بعدا سید میگم تو الان نمیفهمی تو نمیتونی ببینی کی از سمت راستمون رد شد فتی همین نفسی میکشه میگه که حالا نامت بنویستم و سید بگم کی رد شد بعد که تمام میشه میگه نومه که میشه میگه پس از بنوشتن تقدیرنامه نامه گریبانگیر شد زین غصه خانه بگفتا کی توی فتحی نظر کن که سمت راست توری میخرامه یعنی همیشه یک سری آدم اطراف ما هستن که حتی بقیه نمیتونن ببیننشون فقط از غصه شون خونه اون غم برک غمایی که احاتمون میکنه دورمون میکنن اه مثل یه آبی پای درخت ما یعنی ما آدمای های غم دوستا ما که هستم ما وقتی که خیلی همه چی ویرون میشه و خیلی همه چی خرابه میفهمم که یک ما دو ماه دیگه یه اتفاق خوب میفته فایلاش تلمبار میکنم تو جنوب دیدی وقت بارون میاد چرا؟ چق... اصلا یک شعف میفته که از اون شعف هم غمگینیم حتی غمگینیم که چقدر بارون کم میاد در این حال که داره میباره و کاملا با موافق میگی وقتی که یه غم خیلی عجیب غریبی وقت اتفاق خیلی بده فکر بعدش قرار یه اتفاق دیگه بیفته من همیشه داشتم یه چرخ پیشم بهت میگفتم می من وقتی از زندگی خودم به چگی نگاه میکنم می‌بینم که یه خط صافی بوده همینطوری داشته میرفته یه جاهای اتفاق خیلی سینوسی یه یه جا رفته بالا بعدش اومده پایین اونجایی که رفته بالا میذارم نماد خوشحالی و خنده ها اونجایی که اومده پایین میذارم نماد غم ها بعد هیچ وقت سینوس بعدی کوتاه‌تر از سینوس قبلیش نمیشه انگاری همیشه داره این هی طولانی تر میشه هیجان زندگی داره بالا هیجان زندگی, زندگی, زندگی هر موقع خیلی خوشحال میشم حقیقتا میترسم یعنی میترسم میگم این قرار اتفاق بدی بیفته مثلا میخوام آلبوم منتشر کنم خوشحال ما میگم خب هفت سال برای آلبوم زحمت کشیدم بعد الان میدونم که تا عشق قرار اتفاق بیفته که افتادم ولی انگاری که همه دنیا دارن تلاش میکنن که این سینوسه رو فشرده ترش کنن دوباره زندگی ما رو خیلی خطی و صافش کنن که در نهایت بشیم یک سری ربات کارمند بریم سر کار که در خدمت یک سیستم و یک نظامی باشیم نمیدونم گفته شنا یادم نمیاد ولی میگم یک از این کلاسای آنلاین داستان نویسی اینا بود بعد یکی از پسرا یه پسر افغانیه که حالا بعد کش قوس فراوان از غرب ایران چکیده و رفته و چند تا کشور حالا رسیده سوئد و یه کمی اوزا به سامون شده و یه چغلی هم داشته یه کاری میکرد با یه لحظه قشنگ گفت ای همه ای چی خوبن الان که ترس فرام داشته چون همه چی خوب بود که دارم میترسم مثلا ایجوری نبود زندگی چه این خودم یه خیلی تجربه کردم و. یعنی حقیقتا همین من همی... از, از ما خوب ما از درستی و خوبی بیشتر میترسم نمیدونم چه بعد بزرگ شدیم سخت بزرگ شدیم ترس برام میداره قشنگا یعنی فکر کنی که حالت کلی همون پایین او حزیزه است که بعد تلاش کنی بیای بالا وقتی بالایی بد تعادل تری کم تعادل تری م... فهمی ما یکی چیزایی که خیلی تو دو زندگیم دوستشون داشتم بزامون بود خیلی بزامون دوست داشتم بعد چون پسر بزرگم بودم یک سهمی هم از گله داشتم یه چهار پنج تا به اسم ما بود ای... اه... يه... سه چهار تا جمله هم میخوام نخندم نه نخن گفت <applause> <applause> من یکی از چیزایی که تو زندگیمون خیلی دوست داشتم بزام <applause> هر کلمه دیگه بعد میومد غیر از این الا گوش یه جوری ما این بوزامون دوست داشتم که باورت نمیشه مثلا اگه یکیشون دم غروب دیر می اومد باید میرفت و میچرخیدم تا اون کوه کمر تا پیداش میکنم وارد میام آقا ببین تنها این تنها دل خوشی ما بود بب... یه بار یه نفر اومد با مصاحبه کنه یه يه... مینی انترتین چی میگن اینترویو بود یه جای مجله فرانسه بود بعد با... اولین بار و آخرین بار اون خاص نراج زندگی معرف بزنم راست بخوام شروع کردم حرف زدم بعد یه گفتش که فکری خیلی بامزه قصه تعریف میکنی خب واقعی بود چرا دروغ داره میگفت و دروغ چه به خدا کو گله اون بکرم من پاشنا هم حالا ما کم های بزرگم خیلی دوست داشتیم سوم راهنمایی که تموم کردیم چون میخواستم برم وارد دبیرستان به شما اینا دیگه از کوه تا دبیرستان دیگه خدا که 20 کیلومتر خیلی راه بود و پیاده دیگه ها دیگه نمیشه دیگه باید میمونیم تا یه جایی که بتونیم از اون مسیر با م... به قش با ماشین بریم خیلی داستان با چرا نمیبری تو المپیک برای کشورمون افتخار <applause> کسب هر روز 40 کیلومتر میرم <تص> بعد ما چیزی کردیم ما اومدیم البته 20 کیلومتر کمتر ها مثلا حدود 15 کیلومتر 10 15 کیلومتر ما اومدیم گله رو فروختیم ما اومدیم بعد از سهمی که گله داشتیم ما میتونستم با اون پولش چیزی بخرم با اون چیزی که خریدم میدونم کیبورد بود داشتم فکر می که اگه دارم یه خوشحالی چیزی که انقدر دوستش دارم از دستش میدم باید یک چیزی بخرم جاش یعنی یک چیز جایگزینش بشه که برام بی نه لباس نه کفش نه هیچی فقط بتونم به پنج تا پنج اکتاب کلاویه داشته باشم چون یه بار توی عروسی یه ارگی و... و خیلی برام نکته مهم بود همیشه میگفتم اگه دارم یک چیز خیلی خوشحال یک چیزی که خیلی دوستش دارم دست میدم قطعا یه چیز بهتری جاش بیاد و هیچ استادی نبود متاسفانه اون موقع یه چند جلسه یه آدمی بود همونجا یه چیزایی میزد و رفتم پیش او یه چیزی دیدم که نفهمیدم داره چه میزنه ول کردم گفتم خب کارش تو شیراز در میاد یه چند جلسه فقط که اتوبوس سوار میشدم میرفتم تا شیراز در حد نیم ساعت یه آموزشگاهی بود اونجا میشستیم تا اوقات پول نداشتیم که مثلا حالا بخویم خیلی کلاس ویژه‌ای هم برداریم فقط به ما گفتش که خب این دوره می فاصله سی اینا کلیتسیان نه کلیت سفید و ببین خیلی مسیر غم انگیزی بود از چه نظر که پول نداشتیم غذا بخریم واقعا و الان برای آدم شوخی ها یعنی چی پول نداشتم غذا بخورم حقیقتا نداشتیم یعنی در حدی پول داشتیم که کرای اتوبوس بدم برام بیام که اصلا نشد کل جلساتی که رفتم چهار جلسه بیشتر نشد چون بیشتر از که توانش نداشتیم و همون همون خوشحالیه همون مسیر وقت تو اتوبوس میرفتم اون جاده شیراز تا برسیم شیراز و بریم سر کلاس اینقدر خوشحال بودم اینقدر خوشحال بودم ولی خوشحالیش خیلی وقت تو دوست گریه میگرفت که من بابت چی خوشحالم بودیک اتفاقی که اینقدر کوچک شد و برای آدمهای دیگه اینقدر چیز دم دستیه یعنی سطح خوشحالی ما آمده اینجا ولی باز هم ما نمیدونم ولی چرا میخندیم چرا خوشحال بودیم هنوز موندم تو اینا ولی میرفتیم و میومدیم خلاصه یه چیزی بخونی که این فضا عوض بشه چه هرچی که خیلی دوست داری دیدی؟ عقیقی چون لبت اندر یمن نیست عقیقی چون لبت اندر یمن نیست چروی دل فریبت یا سمن رفیقان را کنید نفرین و از غم خدا که یار بی وفا و, و ای رویش به من نیست لیلا دانه یا دانه یا دانه لیلا لیلا دانه یا دانه یا دانه لیلا لیلا دانه کیاره یار بی وفا روی نیست یه چیز تمپو داری هم میخوای بخونی تمپو داری بیشتر شنیده شده ات آخه ببین مول مو تمپو دارن موزیکا ما ولی تمپوش اصلا چیز هم خیلی نمیفهم تمپو دار مونگه میخوای بخونی مونگه بخونم اصلا مو هر جا برم سر به گردانم تو چی شای سنبول می کارم مو هر جا برم سر به گردانم تو چی شای سنبول می کارم میخوام برم سر ره و رفتن تونه با چش ببینم بی میخوام برام سر ره بیشینم و رفتن تونه با چش ببینم بی بیو 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 مو هر ساره بون پرسه تو کردم به سرم یاد تو کردم مو هر ساره بون پرسه تو کردم به سرم یاد تو کردم نه کی دیده تو نبی شوا گپم پره نومی خیالی شوا گپم نومی خیالی بیو 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 بیو, بیو 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 بیوش خیلی التماس داشت خیلی گدایی توش داشت غم ای روزات چنن؟ که بیا خواه دیگه تموم شد خیلی خلاصه و ترس ای روزات چنن؟ ترس از آینده از چی آینده؟ اگه چه بشه خیلی خراب میشه و اگه چه بشه خیلی خوب میشه ببین یه دوستی یه لطفی در حق که و یه بار تسکرات اولیا جلوم باز که و از اون روز هیچ وقت از زندگیم بیرون نرفت واقعا این یعنی دو تا در مقام بایزید بستامی و حالسان خراقانی هیچ وقت این دوتا از زندگی اون بیرون نرفتن از روزی که این دوست ما این کار رو برام کرد یه،, یه, قصه در موردش در مورد ترسه میخوام بهت بگم قصه که میگه بایزید نمیدونم سی سال اعتکاف کرد و بعد سی سال از اون حجرش در اومد و گفت که اومدن پیشش که گفتن که دیدن دیگه دیوونش رو سر بیابون گذاشت یه چیزی تو این مایه بعد یکی پیشش گفت یا شیخ تو که سی سال اتکاف کرد چی شد مثلا بعد سی سال سر به دیوانه ای گذاشتی چی دیدی تو سی سال اتکاف گفت که ما وقتی که از توی حجرم در اومدم اولین چیزی که دیدم دیدم من دروغین بزرگتر از قبل جلو وایساده و میگه که ما با سی سال اتکاف کردم یعنی بعد سی سال اتکاف ایگوش ای منش یک منی بیا جلوت وایسه یه حرفه بزنه بزرگتر ترس زندگی میه که یه روزی فکر کنم خیلی مالی هم یعنی <applause> این ف... ای غرور فکر بیاد برای مستولی از این خیلی میترسم تو زندگی از هیچ از دست دادنی چون میفهمم که برها یه روزی پدر و مادرم که اینقدر دوستشون دارم از میرن از پیشم میدونم که همه دوستام شاید یکی یکی از دست بدم هر چیزیو میدونم که شاید شاید یک روزی خیلی زود بی آبروشم اصلا هیچی مهمتر از واقعا آبرو نیست میکنم تو جامعه ما بر اساس مناسبات و تعاریف بر اساس مناسبات و تعاریف هیچ انگاری مهمتر از این نیست برای همه ما از هیچ کدوم از اینا نمیترسم ولی ای که یک روزی فکر کنم که خیلی مالیوم از این میترسم همیشه زندگی و به همین خاطرم هم بود که خیلی وقتا با ترس و دلهوره کاری انجام میدم تا اینجاش بعد بگم که تو خیلی آدم واقعی هستی چیزی که ما آدم شناسی ما که خیلی هم آدم شناس حرفه‌ای دعای ما یه نفر به عنوان یه واحد آماری اینکه تو واقعی بمونی هر آرتیست دیگه واقعی بمونه و همه تو اون سطح لول یک بالاخره آرتیست و خالق و معلف یک دوزی از رفتار پیامبری داره دیگه یک مقداری از رفتار پیامبری که در یک سن و سالی یک اتصالی وصل یک اتصالی دست میده و در باقی زندگیش از او تغذیه میکنه دلا میخواد آرتیست های همه جوامع بشری تایم اتصالشون طولانی تر باشه و اون آورده اون آورده شون از کهکشان آسمان بیشتر باشه حالا که حرف دلتنگی و ترس و اینا شد خیلی دلم میخواد بفهمم که تو خلوتت چه زیر لب میخونی که همه ای چی توش باشه همه ای چیز تو تو او باشه میتونی فکر کنی ببین یه مد... یه اتفاقی تو طی روز همواره برام میافته یکی که خیلی عجیب و غریب میتونم تمام صداها و تصویرهای اطرافمو هست کنم و به یک چیز خاصی فقط توجه کنم آدم زیادی قطعا میتونن این کار کار انجام بدن ولی من خیلی راحتی کار انجام میدم یعنی توی وسط همهمه شلوغی یک مهمونی خیلی بزرگ اگه داره یک موزیکی یه جای میزنه و از توی کوچه داره صدایی یه ماشینی رد میشه که موزیک اون ماشینه داره پخش میشه میتونم تمام صدا رو حذف کنم با اون یه صدا رو بشنم فقط واقعا و خیلی هم میگم تو چرا دوباره میری تو سیاه چالت یعنی بین دوستا معروف من که دو دوباره رفت تو سیاه چالش ولی حقیقتا اصلا دست خودم هم نی خیلی وقتا به توجه میکنم و همه اینا همیشه برام میگه که چه مثلا چه جالب چه اتفاق عجیب غریبی داره میفته و یه مصر مال مولانا همیشه تو زنان میاد که مرده بودم زنده شدم مرده بودم زنده شدم مرده بودم همین طوری سرم تکون میخوره سیخوم تو زیرلوی میگمش بدون ملودی بدون بدون هیچ هم همیشه, همیشه این تکرارش میکنم و هر بارم با یک با یک صدا با یک تصویری با یک نشانی با یک اتفاقی تو زنم دوباره مرور میشه و سال هانی یا یادم اولین بارم که اتفاق افتادم حتی یادمه تو یزد بودم مثلا خیلی بی رفته بودم یزد یه کلی هم جز پشت کول زدم یه دوستی داشتم اونجا دانشجو بود رفتم دوستم هم ندیدم اتفاقا با اون باری که رفتم سری بعد رفتم دیدمش و یه سری دوستانه پیش که خیلی برام جالب بود یه قصه بالتر دیگه هم دارم که برات برای تعریف کنم حالا نمیکنم اون او سالی که تازه اومده بودم تهران خیلی دوما کار میگشتم که یه جای باشه همتون بخوابم همتون درامای داشته باشم اینا حالا بماند که چجوری شد و, نشد و اینا. یه شب خیلی بیجا شدم گفتم که خدایا ما توی شهر غریب تاز مثل یک ماه بود واقعا تهرون بودم اینا اصلا نه کسی داشتم نه هیچ که میشنختم دوازه از پول داشتم م... اومدم یه جایی بود که و... یعنی در واقع اونجایی که کار میکردم گفتم تو ساعت کلاسیت زیاد و فلان و این حرفا و اینا ما نمیتونیم دیگه پیش ما باشی ساعت دوازه شب ما اونجا در اومدم ولی گفتم کجا برم و دوازه هزار تومن یه اتوبوس سوار شدم چرا ولیت چرا اولی هست اتوبوسی که سوار شدم رفتم شاپ عبدالعظیم دیگه شده ساعت دو شو زمستونم بود رفتم توی شاه عبدالعظیم اولین بار هم دستم اصلا میرفتم اونجا نظر چرخی دوم دیدم که خیلی فضای وسیع داره بعد یه جاهایش سکنجایی هست که نور نمیخوره سایه و تاریکه گفتم خب اینجا جای سیفیه احتمال جای امنیه برم اینجا بخوابم بعد رفتم و یه کوله داشتم پاره کتاب و لباس توش بود اینا دهم ده کردم دور دستم تو پیچیدم توی گوشه میخواستم بخوابم بعد حس کردم یه سایه بالا سرمه هیچ باز کردم دیدم که یه آدمیه گو گفت خوبی داداش گفتم چاکرتم یکی فکر فکرم که مثلا ولی خواب فکرم این نگهبانم اومده از اینجا بیرون کنه گفت که ما از شهرستان اومدم او گفت ها و میخوام واگردم شهرستان گفتم خود ما چه بکنم گفت ما پول کم دارم و میخوام کرایه برم اتوبوس بدم اینا کرایه ندارم گفتم نیا کم ما زارت من پول دارم ای شیش سیتا به خودش شیش نومن ای سیما گفت واقعا تو 12000 تومن پول داری گفتم به خودم 12000 پول دارم 18 اصلا بعد 6 دادم و اینا با یه ذره کرد اصلا خودش یارو دو دل بود که پول ازم بگیره یا نگیر <تصفح> 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 پول رو ازم گرفت و بعد یه ای... چیزی پشت کولشه گفتم بچه‌ای کجایی اینا گفت یه جایی گفت سمت مثلا آذربایجان اون یه جایی مثلا ترک نشین بود بعد یه چیزی پشت کولشه گفت بشینم وقت گفتم که ها بشین بعد ای که کولی هم که پشتش بود و خیلی با عزت و احترام گذاشتش کنار بیزن نیا کردم که کاور کیسه، کاور یه سازیه انگاری بعد گفتم حالا پرسش کنم پرسش نکنم گفتم این چنه گفت این ساز من گفتم تو ساز میزنی گفت که ها ساز میزنم گفتم چنه سازه گفت اوده خیلی اتفاق عجیبی و اونجا داشتم بخون فکر میکردم که این نکنه آینده ما هم قرار اینطوری شه ته تهش سازی تو کولومه شو بگم یکی کرای راه بده تا برگردم جنوب ولی بخوام گفتم که نه خیلی نشونه خوبیه دوباره بخوام گفتم مرده بودم زنده شدم مرده بودم زنده شدم و خیلی اتفاق عجیب این جمله همیشه تو خلوت تو تنهایی به عنوان یک ملودی به عنوان یک موزیک همیشه آمیزه ذهن و گوش و زبون آمیزه میدونی که الان کارات خوب شنیده میشه خیلی توجه نمیکنم راستش اصلا دیشب آمار نمیگیرم که چقدر خب بذار بهت بگم که خوب شنیده میشه و قشرهای فراگیری هم میشنون یعنی یک محور مختصات پهنی که که میشنون روشن روشنفکری دیدم بشنون جمعه تینیجری و مثلا بکبکرا و اینا دیدم بشنون یعنی جمعایی که خیلی با هم تنافر دارن ولی کن خوشحالیش هم برای منه و حالا که دارم با چشماش آشنا میشم میگم خب این صداقته داره برخورد میکنه و به هدف این نقاشی رو ببین یک مجموعه این حسین احمدی نسب من خیلی بهش ارادت دارم یک نقاش و نمایش نام نویس اهل اهل مینابه و یه فیگورهای خیلی امریکای جنوبی و از زنها و مردهای جنوب ایران نقاشی کرده که خیلی دلم میخواد که یکی از کاراش حتما یه روزی تو خونم باشه خیلی انسان شریفی هم هست یه دونه هدیه بده به برنامه از تیریشکو یه ترک چند دقیقش پلیلیستش اینجا جلو مونه سو رو بذار سو از سو خیلی قصه در برای خودم فکر میکنم که شاید یه دوست داشته باشین شما به سینی قافل میره به بندر نمیدونم کیا میندازه لنگر قربون دو ظلم فای بور دل و خرابش میکنه گرمای بندر چشام از راه دوری سونه میده زبون و میله گفتگو نمیده هزار و یک گلی چی ز سهرا یکیش مانند یارو گو نمیده چه شام از راه دوری سونه میده زبون و میل گفته نمیده هزار و یک گلی چی ز سهرا یکیش مانند یارو به بندر نمیدونم کیا میندازه لنگر به قربون دو زلفای بور دل خرابش میکنه گرمای بندر چشام از صحرا یکیش مانند دستی کردم <applause> ما یه چیز دیگه هم بگم در مورد آلبوم نمیدونم چه وقت داریم و اینا ببین ما این موزیکا رو ساخته بودم چند تا و اصلا قرار نبود بخونم و دنبال خواننده میگشتم راستش یکی میگم مثلا برای 7 سال پیشه و کسی پیدا نمیکردم که صداش به دلم بشینه ولی خب یه گودار میرفتیم تو استدیو که ماکت بگیرم ازشون که وقتی میخوام به یکی بدم بخونه بگم, بگم بگم که آقا باید بخونیش بعد اینا تو آرشیوم بودن مثلا یادم رفته بود مثلا اول ترکی منتشر کردم موسیتو بود اصلا یادم رفته بود که همچی ترکی ضبط کردم یه شب ساعت 12 ایتوریا توی آرشیوم که میچرخیدم دیدم یه ترکی دارم اسمش موسیتو و یه سری ترک دیگه هم دارم خب گفتم چیز باحال اینا یکیش ماکت بود همینطوری گذاشتم تو کانال تو کانال اون در واقع بعد دیدم که صبح خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم مثلا یه چیزی سی کی پلی خورده شعر شده و رفته مثلا اینطوری شد که ما اینا رو خوندیم والا اصلا قرار نمون دخون اصلا به خاطر موزیک نمیدون فیلم میساختیم اصلا داستان چیزیه و خیلی خش... موزیک ویدیو ساز قهاریه و عکاس خیلی خوبیه. <تصفح> مرسی لطف داری. خوش گذشت یا نه میشه؟ خیلی خوبی. بهتره تصویرت شد یا بدتر یا چه؟ اصلاً تصویر نداره اصلا. ماریکا. اصلاً فکری نکن دوست. هم یه چیز خیلی یه امیر مقامران را گفتند این ام... امیر قماربازا رو. این امیری از چه یافتی گفت راست باز و پاک باز و امیر باش. به نظرم تو هنوز داری راست میبازی و پاک میبازی امیدوارم که همین دست فرمون بیره جلو و برای ما ترانه‌های های قشنگتر ملودی های زیباتر و لحظات خیلی خوشتری خلق کنیم به یکی از هم گفتم که هر آدمی تو زندگیش موفق بشه کیفش سیمانن ما بیشتر به اون خوش میگذره یه مهندسی یا آهنگسازی یه فیلمسازی یه نقاشی همه موفق بشن ولی خوشیش... ما فقط عمر کنیم و تو سیما قصه بگی یعنی همین که میکنیم خیلی خوب <تصفح> شب بر شما خوش